برای صحبت بیشتر در این باره دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصادی و فناوری از تهران با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر، در کنار تحریم‌های اقتصادی، دیگر عامل گرانی و رشد نرخ کالاهای اساسی به ویژه در روزهای آغازین ماه رمضان چیست؟ من هم سلام می‌کنم خدمت شما. بله، عرضم به حضور شما، ببینید تحریم ها که گرمش تقریبا عادی شده توی تقریبا یک دهه و بیشتر، عملا شاید هم دو دهه داره تأثیر خودش رو میذاره و اون تورمی که مردم از ناشی از تحریم ها هستش هم قابل انتظار هست و هم قابل پیش بینی. اما اتفاقی که میفته معمولا در مقاطع مدلی که در خب بورس های و اقتصاد دنیا هم سابقه داره اینه که ما نزدیک ماه رمضان میرسیم، به نزدیک عید میرسیم، اینجا تقاضا میره بالا، یه تورمی معمولا در اینجا وجود داره و نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کنه که ناشی از تقاضا است. اون چیزی که الان غیر طبیعی به نظر میرسه اینه که ما نرخ دلار رو داریم که 10% رشد کرده با این به عبارتی نوسان و تأخیر، ولی نرخ مواد غذایی متأسفانه 20% رشد کرده. این نشان میده که در تصمیم گیری های دولت و حاکمیت سری مسائلی شکل گرفته و یه سری انتظارهایی هم از نابسامانی اقتصادی در سال آینده ما داریم. بله. یه تورم انتظاری ما بعد از دولت آقای هاشمی برامون به وجود اومد که خب توی اقتصاد ما خیلی از مردم میدونن آقا سال 15% 20% قیمت ها بره بالا، اما این تورم انتظاری تو ناکارآمدی عملکرد نادرست دولت و ایجاد تنش علاوه خصوص در حوزه های منطقه نظامی گری باعث شده این نرخ تورم انتظاری بیاد به 30% تا 40% برسه. عملا ما میبینیم که تصمیمات نادرست بانک مرکزی هم اومده این رو تثبیت کرده. ما میبینیم نرخ بهره میاد میره بالا، نرخ سود سپرده ها میره بالا، در این حال عملکرد نادرست دولت های رئیسی که این رو ناشی از بی‌عرضگی دولت ها میدونستن در دولت های قبلی باعث شده که کالاهایی که ظاهرا بی ارتباط به دلار هم هستند افزایش زیادی داشته باشه. از ابتدای دولت های رئیسی ما در مورد لبنیات و در مورد گوشت و اینا تقریبا نرخ دو برابر داشتیم، در مورد برنج یک نکنیم برابر، در مورد حبوبات هم همین نرخ دو برابر داشتیم. کلید اصلی ناکارآمدی دولت در این حال فشار آوردن اون چیزی که باید افزایش قیمتی از شهریور با توجه به افزایش نرخ‌ها باید انجام می‌شد به خاطر قرار گرفتن در مقطع انتخابات با فشارهای دولت در اقتصاد کشور افزایش قیمتشون شکل نگرفت و بعد از انتخابات به نتیجه نرسیدن آن چیزی که انتظار داشتن عملا قیمت‌ها رشد خودشون انجام داد و کسانی که هزینه کرده بودن، اولیگارش‌هایی که در کنار حکومت قرار دارن و هزینه تثبیت دولت و حاکمیت رو دارن میدن عملا نرخ‌ها رو به صورت افزایش دادن که ما میتونیم بگیم به نوعی تنبیه مردم باشه برای عدم مشارکت در انتخابات. بله. و در این حال بحث بحران‌های منطقه‌ای هم تو این داستان و توی نابسامانی اقتصادی تاثیر بسیار بالایی داره که انتظار مردم رو در سال آینده میبره بالا. همونجوری که مردم به استقبال ماه رمضان میروند الان هم به استقبال تورم نابسامانی که سال آینده خواهیم داشت. بله. آیا با نظارت بر بازار و جریمه و پلمپ واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها میتوان بر قول گرانی غلبه کرد؟ تجربه های گذشته این را نشان میدهد؟ ببینید تجربه های گذشته در این زمینه کارآمد نبوده. اون مکانیزم عرضه و تقاضایی که حالا در اقتصاد آزاد در دنیا وجود داره خب مکانیزم تنظیم بازار هستش. حالا اگر ما بخوایم بگیم سیاست های تنظیمی بازار حاکمیت و دولت حالا اینجا جواب میده، یک جواب نداده، دو مردم ناامید شدن از برخورد تزریقی. ببینید افزایش قیمت در همون اولیگارش هایی که ناشی از به عبارت خصوصی سازی نادرست و خلاف قانون عمل کردن، خلاف اصل مبانی اصل 44 عمل کردن به وجود اومده، همون سبکی که پوتین به کار برد، همون سبکی قذافی به کار بردش در ایجاد حامیان مالی خودش برای شرکت های بزرگ اقتصادی که وجود اومدن که در حوزه مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم ما یک بازار انحصاری داریم، برخورد در سطح فروشگاه ها انجام میشه. اما وقتی فرض کنید یه تولید کننده مثل غذای گلستان که متصل مستقیما به حاکمیت قیمتش میاره بالا، اون برخورد مقطعی عملا در امیدواری مردم به شکایت کردن و تنظیم بازار صدمه میزنه. مردم هیچ امیدی ندارن، برخورد های به عبارت تعزیری جوابی نداده و عملا افزایش قیمت اتفاق افتاده. اینه که مردم هم خیلی دیگه
سراغ گزارش کردن نمیرن. در این حال فروشگاهدارا با همون استقبالی که خدمتتون عرض کردم بله. دارن به پیشواز افزایش قیمت‌های سال آینده توسط تولید کنندگان بزرگ روغن، رب، مواد غذایی بسیار زیاد در کشور ما دست نهادهایی هستش که وابسته به حاکمیت هستن. بنابراین اتفاق خواهد افتاد. امسال اومدن جلو این کارو می‌کنن برای اینکه بتوانند سال آینده قفسه های فروشگاهشون رو باز بتونن با کالای جایگزین کنن. اگر امسال 10 تا هستی، سال آینده با افزایش قیمت مجبور نشن 6 تا بذارن، 4 تا بذارن. بنابراین الان دارن تامین نقدینگی سال آیندهشون رو انجام میدن. بله جناب آقای دکتر، راه حل کوتاه مدت کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از رشد قیمت ها به ویژه در آستانه نوروز چیست؟ خیلی کوتاه بفرمایید. جناب آقای الفت، جناب آقای دکتر، راه حل کوتاه مدت کنترل بحران اقتصادی و جلوگیری از رشد قیمت ها به ویژه در آستانه نوروز چیست؟ ببینید، با توجه به وضعیت نابسامانی که داریم، من خدمتتون عرض کردم بحث لیبی رو گفتم خدمت شما. توی لیبی همین اتفاق افتاد با عملیات تروریستی که انجام دادن و تروریست تحویل ندادش، تحریم های شکل گرفتش حلوش حکومت های قذافی و بعد اون تحریم ها منجر شدش به نابسامانی اقتصادی و پایین اومدن سطح رفاه مردم و بالا رفتن قیمت ها. نهایتاً با توجه به شرایطی ما قرار داریم، تهدیدهای نظامی و تهدیدهای سیاسی که داره نسبت به ایران انجام میشه، افزایش قیمت هایی که داره اتفاق میفته، امیدی در مردم برای بهبود اوضاع نیستش، منویات به عبارتی رؤوس حکومت ما تغییر نمیکنه و تنش ها رو داره افزایش میده. بله. از نظر هیچ کارشناس اقتصادی راه حلی وجود نخواهد داشت، یعنی نمیتونیم بدیم. بس راه حل ما تو اقتصاد سیاسی در کوتاه مدت، تنها راه حل ما تمکین به خواست مردم و همراهی با به عبارتی تمایلات و اون چیزهایی که ما بگیم مصالح منطقه هستش، که متاسفانه چشم‌اندازی در این زمینه بله. وجود نداره. ممنونم از شما دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.